سال 163 گفته در شکل زیر دو مایه در لوله یوشک در حال تعادل هستند اگر مقداری مایه به چگالی یک و دو دهم به شاخه سمت راست اضافه کنیم به طوری که بعد از ایجاد تعادل سطح آزاد مایه ها در دو شاخه در یک تراز افقی قرار گیرد ارتفاع مایه سوم در لوله سمت راست چند سانت می خواهد بود بچه خیلی سوال جالبیه اولین کاری که باید انجام بدید اینه ای که یه شکل خیلی خوب رست کنید خب من یه شکل بزرگ خوب رسم کنم قشنگ شما سوال رو متوجه بشین فرض کنید این لوله یو شکل باشه بچه از این طرف داریم مایه سه رو اضافه میکنیم اگر مایه سر رو اضافه کنیم این سطح مایه میاد پایین از این بر میره چی؟ بالا خیلی خوب فرض کنیم اینجا رو یک باشه تا اینجا اینجا مثلا رو باشه تا اینجا گفته سطح بالاشون هم ترازه. مشکلی ندارین؟ خیلی خوب پس این میشه چی؟ این میشه رو سه این چی میشه؟ این میشه رو دو بچه این چی میشه؟ این میشه رو یک خب این قسمت خیلی مهمه آقا از کجا بفهمیم این چقدر میاد پایین؟ بچه به اعداد توجه کنید رو سه رو سه رو سه رو سه، یک و دو دهم ده بوده رو دو یک و چهار دهمه ده و روی یک هشت دهمه رو یک, ده همه. رو یک ده همه. ببین الان من میخوام دو تا نقطه همتراز انتخاب کنم فشارها رو با هم برابر بزنم خب یه نقطه رو میذارم اینجا نقطه آ یه نقطه رو میذارم اینجا نقطه B الان فشار این ستون باید با فشار این ستون برابر بشه این شکلی که من کشیدم منطقیه چرا منطقیه اینجا رو دو چگالیش یک و چهار دهمه ده اینم هشت دهم این یک و دو دهمه ده بین این دوتاست پس میتونه این ارتفاع از رو سه فشارش معادل این دوتا باشه اما اگه شما سطح اینو بالاتر در نظر بگیریم به تناقض میرسین یه بار این کارو رو انجام بدین حتما تجربه خوبیه به جنگ سطح تا اینجا بگیرین سطح تا اینجا بگیرید. اگه حلش کنیم اینه که به تناقض میرسیم دیگه فشار ستونا نمیتونه با هم برابرش خب پس من مایه روسه رو اضافه میکنم از این ور میاد پایین از این ور اینو هل میده میره بالا دو تا نقطه همتراز گرفتم آبه باید فشار آ رو مساوی با فشار ب بذارم خیلی خوب بریم برای ارتفاع ارتفاع این چقدر بوده 13 سانتی متر ارتفاع این چقدر نمیدونم چقدر میذارم اچ و ارتفاع این چند در میاد خب معلومه میشه 13 به اضافه h چرا چون سطح آزادشون قرار بوده همتراز بشه شروع کنیم عدد گذاری خب فشار آ میشه چی فشار وارد شده به آ یه روجه هاش اینجا دارم یه روجه هاش اینجا اگه اجازه بدین دیگه جا رو نمینویسم از طرف این خط میخوره پی هم از طرف این خط میخوره خب این ماده چگالی شم بود یک و 14 زب در ارتفاع H به اضافه اینجا چگالیمون چنده؟ هشت دهم. زب در ارتفاع سیزده مساویه با اینجا چگالیمون چنده؟ یک و دو دهم ده زب در ارتفاع اچه به اضافه سیزده اچه به اضافه سیزده بچه طرف این پیسف وجود داره؟ ننوشتم خط میخوره اینان بودن روجه هاش روجه هاش روجه هاش جا رو ننوشتم خط میخوره خب بریم برای محاسباتش اینجا چی میشه؟ بچه ها میشه یک و چار ده همه اچ به اضافه هشت و زبدر چند بکنم؟ هشت ده هم و زبدر سیزده بکنم بسه همینطوری باشه حالا بهت میگم چرا پس این میشه هشت ده همه زبدر سیزده مساویه اینو توی این زب کن میشه یک و دو ده همه اچ به اضافه یک و دو دهم ده ضرب در سیزده یکی میخواستم راحت تر بشه خب یک و دو دهم اچ رو بیاری این ور یک و چار دهم اچ من های یک و دو دهم اچ میشه چی؟ میشه دو دهم اچ میشه دو دهم اچ مساویه با حالا اینو ببر این ور یک و دو دهم سیزده من های هشت دهم سیزده چی میشه بچه ها؟ میشه چهار دهم سیزده چهار دهم سیزده دیشن راحت تر شد خب این عدد رو با این عدد میزنم دو دو تا سیزده تا میشه چند تا 26 تا به این ترتیب من اچ رو در آوردم 26 ببین 26 هم تو گزینا هست متو جواب نمیشه سوال چی رو میخواد سوال ارتفاع مایه سوم رو میخواد اینو میخواد که میشه 13 به اضافه 26 13 به اضافه 26 میشه 39 جواب این تست میشه گزینه 4